سلام دوستان، فراز هستم با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به حواشی پست جنجالی کیهان کلهر در اینستاگرام در مورد 40 مهسا امینی و اعتراضات مردمی که منتشر کرده میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. چند وقت پیش بود که کیهان کلهر، موسیقیدان برجسته ایرانی، به اعتراضات مردمی واکنش نشون داد و طی یادداشتی در صفحه شخصی خودش در توییتر از شکنجه، کشتار، خفقان، بلای سانسور و حذف سیستماتیک اهل فرهنگ در این 14 انتقاد کرد. یادداشت کلهر از 3 بخش و خطاب به 3 گروه نوشته شده بود. اولی خطاب به دولت مردان جمهوری اسلامی، بخش دوم خطاب به هنرمندان و بخش پایانی خطاب به مردم ایران بود. این هنرمند برجسته خطاب به دولت جمهوری اسلامی نوشت: در این 4 دهه سعی کردیم با شما نیز به جای زبان لعل و نفرین و اعدام و حد و تعذیر به زبان فرهنگ برخواسته از تمدنمان سخن بگوییم. اما پیداست که نیاموختید و کماکان بر سر کبر و تفرقونید. البته امویان هم نیاموختند و شد آنچه باید می شد. کلهر در ادامه از یادداشتش از هنرمندان داخل و ایران خواسته تا فعالیت‌ها و اجراهای خود را لغو نکنند. چرا که ما 40 ساله که هر روز با این ماشین سرکوب جنگیده ایم. لغو و عدم اجرای برنامه‌های فرهنگی خواسته کسانی است که از اجتماع و اتحاد و تعالی و تفکر مردم می هراسند. این هنرمند شناخته شده ی ایرانی در ابتدای این یادداشت تاکید کرده که کار او به عنوان موسیقیدان کارش گفتن نیست، اما سالیانه که گفتن به بخشی از کنسرت‌هاش اضافه شده و میگه گفتن از وطنم ایران، از کشتار و حذف سیستماتیک، از شکنجه، ترور، خفقان، از بریدن نان اهل علم و فرهنگ، از بلای سانسور، از تبعیض و فساد و نیز از عشق و انسانیت و اتحاد. حالا او اما در واکنش تازه‌ای در خصوص اتفاقات اخیر و 40 روز درگذشت مهسا امینی نوشته: دستتان در خون پاک مردم ایران است که با هیچ آبی شسته نخواهد شد و عرابه عدالت به دست ما مردم بر هیبت فاسد شما رانده خواهد شد. سیاه برتن ایستاده ایم در انتظار بزنگاه سرخ داوری. بشنوی جلاد و مپوشان چهره با دستان خونالود، می شناسندت به صد نقش و نشان مردم. می درخشد زیر برق چکمه های تو لکه های خون دامنگیر و به کوه و دشت پیچیده است نام ننگین تو با هر مرده باد خلق کیفرخا و به جا مانده است از خون شهیدان بر سواد سنگ فرش راه نقش یک فریاد: ای جلاد ننگت باد. بیشک هر کس تا به حال یک بارم که شده احساس وجد شورانگیز از نوازش کمانچه این استاد بیبدیل رو تجربه کرده. کسی که حسن شهرت و محبوبیتش تمام مرزهای فرهنگی و جغرافیایی زیست کره خاکی رو در نوردیده و از مغرب تا به مشرق زمین سمبل موسیقی گشته. وی با آلبوم شب سکوت کویر به همراه خسرو آواز، محمد رضا شجریان، دریچه یه جدیدی از نوع سبک موسیقیش رو گشود و بعد از اون خیلی طرفدارانش از داخل ایران به تمام جهان وسعتی شتابنده یافت. کیهان کلهر متولد 3 آذر 1342 در تهران نوازنده است. فارغ التحصیل رشته آهنگسازی از دانشگاه کارلتون اتاوا کانادا است. اصالتاً کرمانشاهیه و کمانچه ساز تخصصیشه. در کنار کمانچه، تنبور، ستار و شاه کمان نیز می نوازه. وی همواره از اینکه کرد کرمانشاست به موبالات و نیکی یاد کرده. در حالی که طفلی 5 ساله بود، ندای نوای موسیقی درونش رو شنید و از همون هنگام شروع به پیمودن ره پرپیچ و خم رسیدن به دریای بیکران موسیقی نمود و هیچگاه به قطره بودن در این دریا اکتفا نکرد و روز به روز و ماه به ماه و سال به سال برای رسیدن به مطلوب خیش چه همت‌ها که بلند داشت. وی از 12 سالگی موسیقی رو حرفه خودش قرار داد و والا هدفش رو در همون نوجوانی برای خودش مشخص کرد. ممارستش در هدف به حدی بود که 1 سال بعد همکاری اولیه خودش رو با
با گروه ارکستر اون زمان در رادیو تلویزیون کرمانشاه آغاز کرد. بعد از اون مدت کوتاهی رو در هنرخانه چاوش با گروه شیدا همکاری کرد و بعد از اون بود که پیشرفت خودش رو منوط به آشنایی با فرهنگ موسیقی ملل مختلف دید و در 17 سالگی به ایتالیا رفت و بعد از اون رهسپاره کانادا شد. در همونجا موفق شد مدرک معتبر آهنگسازی رو از دانشگاه کارلتون اتاوا به دست بیاره. بعد از بازگشت به ایران با گروه ناماشنای دستان به صورت حرفه‌ای کار خودش رو آغاز کرد و در سال 1371 نخستین کنسرت رسمی خودش رو به همراه گروه دستان و با خوانندگی مرحوم ایرج بستامی اجرا کرد. به مدت زیادی رو عضو گروه دستان بود و با استاد شهرام ناظری در کنسرت‌های مختلفی به نوازندگی هم پرداخت. بعد از اتمام همکاری با گروه دستان، کیهان کرهر به صورت مستقل همکاری‌هایی با موسیقیدانان خارجی از جمله شجاعت حسین خان، یویاما و غیره به منظور شناسوندن موسیقی ایرانی داشت که اون رو بدل به هنرمندی جهانی کرد. همزمان نیز کار خودش رو با محمد رضا شجریان و حسین علیزاده آغاز کرد که حاصل این همکاری منتج به پدیدار شدن چند آلبوم ماندگار و جاوید شد. آلبوم های خاطره انگیزی چون زمستان است، فریاد، سرود مهر، ساز خاموش، بی تو به سر نمی شود و صد البته آلبوم شب سکوت کویر. این شب سکوت کویر بود که هر کس ذره ای از روح موسیقی در جانش ریخته کرده باشه گواهی میده که این آلبوم فراتر از مرزها و چارچوب‌های بشری است. در این دوره شهرت کلهور سرعت فزاینده‌ای گرفت. وی در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های مختلفی انگیزه ابتدایی و الگوی مسیر خودش رو در نوازندگی کمانچه از استاد علی اصغر بهاری عنوان کرد. اما کمتر پیش میاد که بتوان با کیهان کلهور آهنگساز، نوازنده و صاحب سبک و پرآوازه کمانچه رو در رو نشست و گفتگو کرد. چرا که این موزیسین شناخته شده ی بین المللی سوای سکونت در آمریکا علاقه چندانی به مصاحبه نداره و خلاف جریان حاضر موسیقی ایران بیشتر ترجیح میده به جای کلام هنرش صحبت کنه. اما او در مصاحبه‌ای حرفای تندی زد. کیهان کلهور نوازنده و موسیقیدان در پستی اینستاگرامی با تاکید بر لزوم ادامه فعالیت‌های فرهنگی همزمان با اعتراضات ایران گفته تمام صحنه‌هایی که روی اون ساز بزنم تریبون مردم آزادی خواه و آزادگان به تنگ آمده سرزمینم ایران خواهد بود. دست در دست و قدم به قدم کنار شما خواهم بود. به طور کلی نقش فرهنگ اینه که آموزش بده و روشنگری مردم رو بیشتر کنه تا بیشتر بدونن و نتیجتاً با حقوق خودشون بیشتر آشنا بشن و در هر جغرافیا که هستن از حکومتشون مطالبه گری کنن و به کم راضی نباشن. میتونن حقوق حقه بیشتری داشته باشن. در اجتماع ما به دلیل تغییرات سیاسی خصوصاً در 30 سال گذشته نقش فرهنگ تقریباً فراموش شده و یا به رسمیت شناخته نشده. وقت اون رسیده که موسیقی دانان به اجتماع و مردم بپیوندند و همراه آنها باشن. وقتی در ایران زندگی میکنی به ناچار باید سیاسی هم باشی. خوبه که اینجا زندگی میکنم، خصوصاً در این برهه. اینکه تغییر اجتماعی رو تجربه میکنیم که امیدوارم مثبت باشه. گاهی دیدنش سخته چون جوانان چیزهای زیادی رو فدا میکنن، حتی جونشون رو. اکثر این اجتماع خواهان این تغییر هستن، اما چگونه اون مهمه؟ من میخوام اینجا باشم وقتی این تغییرات به وقوع میپیونده. من میخوام بخشی از اون باشم. خوبه که خیلی وقتا اینها رو به خودم یادآوری کنم چون روح منو در بلندا نگه میداره. امید همون چیزیه که بهش نیاز داریم. خب دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.